آشنایی با نوار ابزار تولز برای بررسی عیوب موجود در ترسیم، ایجاد وابستگی بین ترسیمات و از بین بردن ترسیمات از این نوار ابزار استفاده می نماییم. فرمان های این نوار ابزار عبارتن از فرمان Create Datum برای طراحی به صورت غیر پارامتریک و یا غیر وابسته از این فرمان استفاده می شود. کاربرد این فرمان بیشتر در محیط GSD می باشد که تمامی فرمان ها غیر وابسته می باشند. محیط GSD همان محیط Generative Shape Design می باشد که یک محیط سطح سازی و همچنین تغییر پارامترهای موجود بر روی سطوح احجام از این محیط استفاده می نماییم. در آینده به توضیح مفصل محیط Generative Shape Design یا GSD می پردازیم. فرمان Only Current Body کاربرد این فرمان برای زمانی است که بیش از یک بادی در نمودار درختی داشته باشیم. برای نمونه در این نمودار درختی در این قسمت دو بادی در نرم افزار کتیا تعریف شدند. برای اینکه یک بادی را در حالت فعال قرار دهیم از این فرمان استفاده می نماییم. مثلا در این قسمت این استوانه در بادی اول ترسیم شده است. لذا چنانچه این فرمان را فعال کنیم بادی اول غیر فعال می شود و بادی دوم به صورت آشکار باقی می ماند. فرمان Output Feature برای مجزا کردن المان‌های موجود در یک مدل دو بعدی از این فرمان استفاده می نماییم. کاربرد مجزا کردن بیشتر برای فرمان‌های پد و پاکت در محیط پارت دیزاین می باشد. بدین صورت که پس از اجرای این فرمان بر روی هر قسمت دلخواه از مدل ترسیمی دو بعدی کلیک کنیم آن قسمت ضخیم‌تر می گردد و در محیط سه بعدی می توان این قسمت را به طور مجزا بر روی آن فرمان‌های پارت دیزاین را اجرا کرد. با وارد شدن به محیط سه بعدی همانطور که می بینیم یک ارور ظاهر می گردد و دلیل آن این است که در این محیط چهار مدل ترسیم شده است و فرمان Output Feature فقط بر روی دو مدل تعریف می شود. فرمان Profile Feature این فرمان مانند فرمان قبل است با این تفاوت که برای چند المان به صورت همزمان به کار می رود. با فعال کردن این فرمان می توان تمامی موضوعات را در این قسمت وارد کرد. با انتخاب یک لاین از این مستطیل کل مستطیل انتخاب شده و تمامی از لایه‌آن به صورت ضخیم نشان داده می شود. چنانچه یک مستطیل دیگر را انتخاب کنیم یک ارور در این قسمت با نام Unverified Connexity ظاهر می گردد. این ارور به دلیل وجود گزینه های Check Connexity می باشد. گزینه های Check Connexity برای آن است که آن دو مدلی که در این قسمت انتخاب شده اند نشان می دهد که این مدل به یک دیگر متصل هستند. در صورتی که این دو مدل به یک دیگر متصل نباشند این ارور ظاهر می گرده. گزینه چک تنجنسی برای مماس بودن، چک کروچر برای آن که منحنی باشد و چک منیفولد برای آن که بین قسمت های انتخاب شده هیچ گونه گپ و یا فضای مازاد وجود نداشته باشد استفاده می نم. فرمان اسکچ سالوینگ استاتوس برای مشخص کردن وضعیت قیدگذاری بر روی مدل‌های ترسیم شده از این فرمان استفاده می‌نماییم. حالات قیدگذاری همانطور که در جلسات قبل گفته شد به سه صورت ایزو کانسترینت یعنی قیدگذاری به صورت صحیح انجام گرفته، آندر کانسترینت یعنی قیدگذاری ناکامل و کافی نمی‌باشد و اوور کانسترینت یعنی قیدگذاری به صورت اضافی انجام شده است. و فرمان چک انالایزیس برای تحلیل کردن مدل‌های ترسیمی در محیط دو بعدی از این فرمان استفاده می‌نماییم.
این فرمان از نوار ابزار تولز و همچنین از منوی تولز قابل اجراست. با کلیک چپ کردن بر روی این فرمان پنجره آن باز می شود. این پنجره شامل سه سربرگ می باشد. سربرگ جیومتری، تمامی پروفایل های رسم شده نشان داده شده. در قسمت استاتوس، وضعیت این پروفایل ها از لحاظ دارا بودن خطا و نبودن خطا نشان داده شده. و برای آن که بخواهیم این خطاها را از بین ببریم، می توان از قسمت Corrective Actions استفاده نمود. این قسمت در هر سربرگ دارای یک سری فرمان می باشد. فرمان Hide Construction Geometric برای پنهان کردن مدل‌های کمکی حول مدل‌های دو بودی از این فرمان استفاده می‌نماییم. برای پنهان کردن قیود از این فرمان و چنانچه هر کدام از پروفیل‌های رسم شده را در این قسمت انتخاب کنیم به حالت Select در فضای دو بودی ظاهر می‌شود. در قسمت Delete Geometry می‌توان آن مدل را پاک کرد. با استفاده از فرمان Set in Construction Mode می توان هندسه انتخابی را به صورت خطوط کمکی ظاهر کرد. و با استفاده از فرمان Complement در این قسمت می توان یک کمان را به حالت کامل ظاهر کرد. سربرگ Use Edge. در این سربرگ تمامی پروفایل های دو بودی که از مدل سه بودی تصویر شدند و دارای رنگ زرد رنگ می باشند نشان داده شدند. با استفاده از فرمان Isolate در این قسمت می توان خط تصویر شده از مدل سه بودی که زرد رنگ می باشد را به رنگ سفید رنگ تبدیل کرد. فرمان Active or Deactive برای فعال و یا غیر فعال کردن مدل استفاده میشه که کاربرد زیادی نخواهد داشت و مابقی فرمان ها مانند سربرگ قبل می باشد. سربرگ دیاگنوستیک. در این سربرگ تمامی قیدگذاری های انجام شده نشان داده می شود. چنانچه قیدگذاری اضافه باشد، Over Constraint که در اینجا چنین قیدی نداریم، و اگر قید گذاری صحیح باشد و کافی باشد، ایزو کانسترینت، و اگر موضوعی فاقد قید باشد و یا قید گذاری آن کافی نباشد، به صورت آندر کانسترینت نشان داده شده است. با انتخاب هر کدام از این موضوعات در فضای دو بودی آن قید بر روی آن مدل دو بودی نشان داده می شود. پایان فصل اول.